تهاجم روسیه بر اوکراین وارد ششمین روز خود شد و یک قطار چندین کیلومتری متشکل از تانک ها و موترهای زرهی در حال نزدیک شدن به کیف پایتخت اوکراین می باشد. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین نیز امروز سه‌شنبه تحت ضربات شدید نظامیان روسی قرار داشت که بر اساس گزارش ها غیر نظامیان نیز هدف این حملات بودند. خارکیف و کیف مهمترین اهداف می باشند. هدف ایجاد وحشت، شکستاندن ما و شکستاندن مقاومت ماست. آنان به پایتخت ما و خارکیف می آیند. به همین دلیل دفاع از پایتخت اولویت کلیدی برای دولت است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در یک سخنرانی مجازی به پارلمان اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواست تا ثابت سازد که در جنگ اوکراین با روسیه در کنار اوکراین قرار دارد. اتحادیه اروپا با ما قوی تر خواهد بود. بدون شما اوکراین تنها خواهد بود. ثابت سازید که شما در کنار ما هستید. ثابت سازید که ما را رها نخواهید کرد. همزمان با این سخنان ولادیمیر زلنسکی، حکومت فنلند از ارسال سلاح و مهمات به اوکراین خبر داد. هفته گذشته، ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که تجهیزات بیشتری نظامی را در اختیار کیف قرار خواهد داد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که امروز از طریق ویدیو کنفرانس با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صحبت میکرد، گفت که اتحادیه اروپا با ارسال سلاح کشنده به اوکراین دست به اقدامات روسیه ستیزانه میزند. اتحادیه اروپا در یک اقدام روسیه ستیزانه تصمیم گرفت که سلاح کشنده را در اختیار کیف قرار دهد. برای روسیه زندگی هر روسی یا اوکراینی، باشنده دونتسک یا لوهانسک و زندگی یک اروپایی یا امریکایی ارزش مساوی دارد. با تشدید حملات روسیه بر اوکراین، کمیته بین المللی صلیب سرخ جهت رسیدگی به مردمان آسیب پذیر خواستار $272 میلیون شده است. در عین حال سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 520 هزار اوکراینی مجبور به ترک کشور خود شده اند. در تلاش برای مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، یک هیئت متشکل از مقامات روسی و اوکراینی به روز دوشنبه در مرز با بلاروس ملاقات کرد. با وجود آن که این دیدار بدون توافق آتش‌بس پایان یافت، اما هر دو طرف آمادگی برای دور دوم مذاکرات را اعلام کرده اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.